پلیسی جورنال نوشت آمریکا رژیم ایران را مقصر حمله علیه تأسیسات نفتی عربستان می داند. این روزا مفسود مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا رژیم ایران را به خاطر حملات هماهنگ شده بر قلب صنعت نفتی عربستان مقصر دانست و گفت آنها حمله بیسابقه را بر تولید نفت جهان انجام دادند. پلیسی جورنال نوشت در میان مقامات عربستان و آمریکا در حال تحقیق این احتمال هستند که حملات بر تأسیسات نفتی عربستان روز شنبه ممکن است با موشک های کروز پرتاب شده از عراق یا ایران صورت گرفته باشد. پالسیری جورنال اضافه کرد فابیان هینز محقق تسلیحاتی در موسسه مطالعات بین المللی میدلبری در مونتگومری کالیفرنیا گفت این حمله به خاطر میزان خسارتی که به بار آورده بسیار تعجب برانگیز است. هینز افسود ما چندین حمله با پهپاد و موشک علیه زیرساخت‌های عربستان را دیده بودیم ولی در اکثر موارد خسارت عملی کاملا ناچیز بوده است. وال استریت جورنال در مطلب دیگری ضمن تاکید بر اینکه زن و تردید زیادی حاکی از این است که حمله به نفت عربستان سعودی از خارج از یمن و احتمالاً با موشک کروز از ایران یا اراق صورت گرفته است توضیح داد که تحقیقات در جریان این احتمال را مطرح می کند که حملات روز شنبه شامل موشک های کروز پرتاب شده از عراق و ایران باشد که به این ترتیب دعاوی شبه نظامیان یمنی در اجرای این عملیات را زیر سوال می برد. وال استریت جورنال ضمن تاکید تأکید مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا را تکرار می کند که هیچ مدرکی داله بر اینکه این حملات از یمن صورت گرفته باشد وجود ندارد. پومپئو رژیم تهران را متهم به انجام این حمله بیسابقه علیه تولید نفت جهانی کرد. وال استریت جورنال افزود استفاده از موشک های کروز به جای پهبادها ممکن است تشدید جنگ را فراتر از پهبادها ببرد. اما مهم نیست چه کسی حمله شنبه را انجام داده باشد و از کجا آمده, آمده باشند در هر حال رهبران آمریکا و عربستان احتمالا انگشت اتهام را متوجه رژیم ایران می کنند که انواع حمایتها را برای متحدانش در یمن و عراق فراهم می کند.